تکیه میکنید که سپاه سرکوب میکنه مردم رو. ببینید اگر اشارتون به همین درگیری ها و هرج و مرج های سر قضیه مهسا بود، خب اون یه اعتراض مدنی نبود، یعنی هیچ ترمینولوژی سیاسی اون رو اعتراض مدنی نمیدونه. وقتی کف خیابون رو با شعارهای براندازی گرفتن و با تخریب و کشتن نیرو امنیتی با سیستم درگیر میشن، هر حکومتی به خودش مجوز میده که نیروی معترض که معترض کنه نیرو برانداز، که خودشون صراحتا میگفتن برانداز، مگه نمیگفتن امسال سال خون سید علی سرنگونه و علنا با داخل و خارج وحدت این همانی به هم ساخته بودن برای سرنگونی. چرا حق ندارن رهبر حکومت سرنگون کنن؟ چرا ممنون نگه حق ندارن برنم خب چرا الان به عنوان اتهام دارید میگه حق داره دفاع کنه؟ نه، حکومت حق دفاع داره از خودش، کما این که شما نگاه میکنید در انگلستان هم حکومت حق دفاع داره. پس چرا زمان شاه دفاع میکرد میگفته جنایت میکنه؟ نه ببینید، شما دارین در اصل یک انقلاب صحبت میکنید. در زمان شاه یک انقلاب ملی در ابعاد کشور رو افتاد. شما در جنبش مسا زیر 1% جمعیت هم نتونستن بیان کف خیابون. به این نمیگه انقلاب ملی اونم با شعار براندازی. اگه واقعا 99% طرفدار براندازی حکومت اصلا نیازی به درگیر نظام نداره. واقعیت اینه که اگه 99% با مملکت مخالفن در عرض یک روز میتونن عوض کنن، ولی با تخیل و آرزو که نمیشه براندازی کرد. 45 سال از انقلاب گذشته، مخالفین برانداز روی آرزوهای خودشون تئوری‌سازی میکنن، بعد وقتی جواب نمیدن گلایه من میشن که چرا اینا سرکوب میکنن. هیچ حکومتی مجوز سرنگونی خودش رو نمیده. یا مثلا شما مطالبات مدنی دارین؟ نه، اینا مغلطه است. بذار برگردم سر سپاه. حالا من آخرش توضیح میدم. اینا خیلی اصلا مغلطه از این جنس خیلی زیاد تو ایران جا افتاده. آقا همه حکومت ها بالاخره یه نظارتی دارن بر نامزدهای انتخاباتی دیگه که رسیده به شورای نگهبان. آقا همه حکومت ها من نمیشنم سر براندازی بود. حالا من دونه دونه توضیح میدم. اینا اساسا مغرض کی میگه هیچ حکومت اجازه براندازی به خودش نمیده؟ کی میگه؟ شما الان در سرسانای ایران نگاه بکنید، بس نمیخوام منحرف شه، خود آقای خامنه‌ای بقیه‌شون نگاه کنید، چند سال میگن راجع به سند اعتراضات مردمی علیه غرب که میخوان صحبت کنم، میگه آقا جنبش جلیق زردها در فرانسه، جنبش وال استریت را اشغال کنید در ایالات متحده. آقا چند نفر کشته شدن در وال استریت را اشغال کنید؟ چند نفر کشته شدن؟ سجادی شما کجا هستید؟ چند سوال خوبیه. سوال خوبیه. چند نفر در خب سر بنزین 1500 نفر سر کنم با رنگ بال میبندم؟ نه اجازه بدین، در جنبش وال استریت جلیق سبز چند نفر از معترضان بودن؟ بانک آتیش زدن، نیرو امنیتی کشتن. یه اعتراض مدنی بود که تحمل هم شده تو کمای که سال 80 داشتن. آفرین آفرین. ما یه سکوت ایجاد هیچ کس کشته نشد. عرض میکنم در رافه مای سکوت هیچ کس کشته نشد. وقتی با شیطنت درگیری به پایگاه بسیج کشیده شد و اونجا نیروی نظامی رو درگیر کرده، اونجا آقا چند تا ویدیو به شما نشون، تو خیابون دارن مردم رگبار میزنن به گوله میزنن پایگاه بسیج کدام به قربتون برم.